فقط خبرها. واکنش گسترده بین المللی به کودتا در میانمار، ارتش آنگ سان سوچی را بازداشت کرد و قدرت را به دست گرفت. احتمال تمدید مأموریت نیروهای بین المللی در افغانستان، طالبان میگویند اگر سر وقت نروید از کشور دفاع میکنیم. کاهش میل فرزندآوری در ایران برخلاف خواسته حکومت، مرکز آمار میگوید زاد و ولد در مناطق شهری و روستایی کمتر شده. و چشمانداز ممنوعیت فروش ماریجوانا به گردشگران خارجی در کافه های آمستردام. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی. ارتش میانمار در یک کودتا آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم این کشور رو بازداشت کرده و قدرت رو به دست گرفته. ارتش اعلام کرده قدرت به مدت یک سال به فرمانده ارتش منتقل شده. نظامیان میانمار میگویند در انتخابات اخیر تقلب شده و طبق قانون اساسی آنها حق به دست گرفتن قدرت را برای جلوگیری از فروپاشی وحدت و حاکمیت ملی دارند. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی فقط رئیس جمهوری میتواند مجوز چنین کاری را بدهد و حالا خود او هم بازداشت شده. آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد این کودتا را محکوم کردند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. مجری تلویزیون ارتش میانمار در نخستین ساعات بامداد دوشنبه آب پاکی را ریخت روی دست همه کسانی که درباره کودتای میانمار گمانه‌زنی می‌کردند. ارتش با انتشار بیانیه‌ای همه شایعات شبکه‌های اجتماعی را تایید کرد و قدرت را در دست گرفت. و سپس این تصاویر پخش شد. کسی که پیراهن سفید به تن دارد، مین سووی نام دارد. یک ژنرال سابق که تا قبل از کودتا معاون رئیس جمهور بود و بعد از دستگیری وین مین، رئیس جمهور میانمار، به عنوان رئیس جمهور موقت در حال خواندن یک متن است. متنی که گویا بر مبنای آن قدرت به مین آنگ هلانگ فرمانده ارتش منتقل می شود. کمی بعد مین آنگ هلانگ نیز دیده می شود که در حال خواندن یک متن است. او کسی است که در حال حاضر قدرت را در میانمار قبضه کرده. محل فیلم برداری این تصاویر روشن نیست. و این هم تبلیغات در رسای ارتش میانمار که این ساعت از تلویزیون ارتش پخش می شوند، در غیاب رادیو و تلویزیون ملی این کشور که از زمان آغاز کودتا برنامه هایش قطع شده. مین آنگ هلانگ که قدرت را در دست گرفت از سال 2011 مرد شماره یک ارتش میانمار بوده و در تمام این مدت در ساختار سیاسی این کشور نفوذ و قدرت داشته. او اینجا در ارتباط با فرماندهان ارشد دیده می شود. تصاویری که حدود 3 ماه پیش در آستانه انتخابات منتشر شده بود و نشانه ای بود از حضور فعال ارتش در عرصه سیاسی. حزب اتحاد همبستگی و توسعه که به عنوان مهمترین رقیب اتحادیه ملی برای دموکراسی در انتخابات پارلمانی شرکت داشت، در واقع ادامه سیاسی تشکیلاتی نظامی است که برای دهه‌های متوالی تا سال 2011 به عنوان شورای نظامی ارتش قدرت را در میانمار در دست داشت. اما این حزب در انتخابات کمتر از 10% آرا را به دست آورد. رقیب اما پیروز مسلم انتخابات بود، آنگ سان سوچی، که حزبش اتحادیه ملی برای دموکراسی بیش از 60% آرا را به دست آورد. امروز قرار بود کسانی که در این انتخابات پیروز شده بودند پارلمان جدید را تشکیل بدهند که کودتا شد و آنگ سان سوچی هم بازداشت شد. آنگ سان سوچی یک چهره بین المللی شناخته شده و برنده جایزه صلح نوبل است که به دلیل مخالفت‌هایش با حکومت نظامیان در میانمار به مدت 15 سال در حبس خانگی بوده. او از سال 2011 از حبس خانگی خارج شد و در جریان مصالحه‌ای با ارتش به شکل دوفاکتو کنترل دولت را در دست گرفت. چه بسا همین شهرت بین المللی موجب شد تا کودتای امروز با موجی گسترده از محکومیت بین المللی همراه شود. کاخ سفید در فاصله کوتاهی بعد از تایید خبر کودتا با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرد و اعلام کرد که اگر لازم باشد
به اقدامات ضروری دست خواهد زد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا نیز با انتشار توییتی خواستار آزادی کسانی شد که در جریان کودتا بازداشت شدند. موضع مشابهی که ژاپن، هند و اتحادیه اروپا هم تکرار کردند. در مقابل چین که برای سالیان طولانی متحد حکومت نظامیان در میانمار محسوب می‌شد، واکنشی محتاطانه تر نشان داد. سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفت که پکن متوجه تحولات در میانمار هست و امیدوار است که اختلافات به شکل مسالمت‌آمیز و بدون به خطر افتادن ثبات اجتماعی این کشور حل شود. در حال حاضر حضور نیروهای نظامی در شهرهای مختلف میانمار در خیابان کاملا محسوس است. اما در این حال به رغم اینکه آن سان سوچی از هوادارانش خواسته بود در صورت کودتا زیر بار حکومت نظامی نروند، هنوز گزارشی از درگیری در این کشور منتشر نشده. همزمان شبکه موبایل و اینترنت در میانمار با اختلال روبرو شده. کیوان حسینی، بی بی سی. سو وینتان، سردبیر بخش میانمار در بی بی سی از طریق اسکایپ از لندن به ما پیوسته تا در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. آقای وینتان، اول به ما بگید که وضعیت پایتخت میانمار الان چگونه است؟ الان در حال حاضر ساعت 8 شب در میانمار هست. کمی دیر هست ولی فقط در شهرهای اصلی نیستش که حضور نظامی سنگین هست. آن سان سو چی در اوایل صبح امروز وقتی که اومد به مقر حزبی همراه دیگر کسان بازداشت شدند و تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. وقتی مردم میانمار وقتی از خواب بیدار شدند، ناگهان متوجه شدند که این کودتا انجام شده، همه حمله بردن و هجوم بردن به مغازه ها و فروشگاه های غذایی که غذا بگیرن و یه رفتن بانک که بتونن پول نقد بگیرن و بسیار وحشت زده هستند. الان دقیقا مردم نمیدونن چه اتفاقی افتاده، اما ارتش اعلام کرده که وضعیت اضطراری برای یک سال در میانمار برقرار خواهد بود و به هر حال انتخابات هم تکلیفش نامعلومه. ارتشی که 5 سال پیش نتیجه انتخابات رو پذیرفته بود، چه شد که این بار تصمیم گرفت که کودتا بکنه؟ I think the first 5 year was giving the first 5 year was اون 5 سالی که شما گفتی بیشتر یک آزمون بود برای دولت غیر نظامی. مثلا شاید اونا امیدوار بودن که دولت غیر نظامی اشتباهاتی بکنه، مردم ناراضی بشن از انتخابات، مردم ناراضی بشن از دولت غیر نظامی و بعد در این انتخابات حزب وابسته به نظامی برنده بشه. اما آن سان سو چی محبوبیت خودش رو حفظ کرد و همه اونهایی که پیش از این به آن سان سو چی رأی داده بودن دوباره هم به او رأی داده بودند. این نتایجی نبودش که نظامیان حاکم بر برمه یا میانمار توقع داشتند. اونها دارن میگویند که میلیون ها رأی درش تقلب شده، تخلفات انتخاباتی خیلی زیاد بود و ارتش هم پیشاپیش راجع به این مسئله تهدید کرده بود و به هر حال دولت هم نتونست که اتهامات تخلف انتخاباتی را از طرف نظامیان بپذیره و گفت به هر حال کار تشکیل دولت رو شروع میکنه. برای همین قبل از اینکه دولت بخواد، یعنی حزب برنده بخواد که دولت رو تشکیل بده، خود نظامیان میانمار دست به کار شدن و ابتکار عمل رو به دست گرفتن. و اگر خیلی کوتاه به ما بگید، فکر میکنید که واکنش های بین المللی چه تأثیری ممکن است بر شرایط کنونی داشته باشه؟ اولین واکنش را از طرف جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا داشتیم. یک بیانیه بسیار تند و تیز منتشر کردند و به روشنی گفتند که کودتای نظامی در میانمار کاملا غیر قبول است. و بعد هم نخست وزیر بریتانیا و دبیرکل سازمان ملل و خیلی از رهبران جامعه بین الملل کودتای نظامی را محکوم کردند و گفتن که میانمار گام‌های اول در راه دموکراتیزه شدن برداشته شد و بعد حالا اجازه داده بشه که این مسیر ادامه پیدا بکنه. اما حالا
اون کاری که نظامیان میانمار کردن واقعا برگردوندن کشور از اون مسیری بود که درش گام برداشت جامعه بین الملل، این براش غیر قابل قبول است. اما چه تأثیری روی نظامیان میانمار داشته باشه من خیلی مطمئن نیستم. اونها به هر حال پیشا پیش میتونستن پیش بینی بکنن که چنین واکنشی را از طرف جامعه بین الملل خواهند گرفت، اما برای اونها مهمتر وضعیت داخلی میانمار هست. این بار نمیتونستن اجازه بدن که این دولت غیر نظامی ادامه پیدا بکنه و اون چه که ما الان میبینیم واقعا همینه. ممنونم از شما سو وینتان، سردبیر بخش میانمار بی بی سی. در ایران سخنگوی شورای نگهبان از رد و بازگرداندن مصوبه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به مجلس خبر داده. عباس‌علی کدخدایی گفته بخشی از این قانون با اصل 115 قانون اساسی مغایرت دارد، اصلی که مربوط به شرایط نامزدهای ریاست جمهوری است. در این اصلاحیه شرط داشتن سابقه مدیریتی برای نامزدها مطرح شده و داشتن اقامت دائم یا تابعیت کشور دیگر به منزله تعهد نداشتن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی شناخته شده. ایران میگوید دولت بحرین نمیتواند با صدور احکام حبس ابد برای اتباع خود به اتهام ارتباط با این کشور و مشکلات خود سرپوش بگذارد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته مشکلات انباشته شده بحرین به خاطر سرکوب شهروندانش است. دیروز اعلام شد که دادگاه جنایی بحرین 8 نفر را به اتهام برنامه‌ریزی برای گرفتن انتقام ترور قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران به حبس ابد محکوم کرده. قاسم سلیمانی یک سال پیش در حمله هوایی آمریکا در عراق کشته شد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید اگر جنگی در منطقه رخ دهد غیر نظامیان بسیاری را درگیر خواهد کرد و تنها نبرد ارتش ها نخواهد بود. بنی گانتس گفته اسرائیل هدف روشنی دارد و آن هسته‌ای نشدن ایران است. آقای گانتس به صراحت درباره اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران هشدار داد. ایران هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می‌کند. در افغانستان طالبان در واکنش به بیانیه شماری از کشورهای آمریکایی و اروپایی گفتند که اگر موافقتنامه این گروه با آمریکا نادیده گرفته شود، به گفته این گروه مردم افغانستان از حقوق خود دفاع خواهند کرد. در بیانیه کشورهای اروپایی و آمریکایی طالبان به ادامه ترور و تخریب زیرساخت‌ها متهم شدند، ادعایی که این گروه اون رو رد می‌کنند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. با افزایش خشونت‌ها به ویژه حملات هدفمند علیه غیر نظامی‌ها، روز گذشته سفارت آمریکا در کابل بیانیه مشترکی را به نمایندگی از اتحادیه اروپا، ناتو، استرالیا و 12 کشور اروپایی و آمریکایی صادر کرد. در این بیانیه آمده که آنها ادامه ترورها، آدمربایی‌ها و تخریب زیرساخت‌ها در افغانستان را محکوم می‌کنند. این هم گپ اصلیشان برای طالبان. طالبان مسئولیت اکثریت چنین خشونت‌های هدفمند را بر عهده دارند و حملات آنها نهادهای دولتی را تضعیف می‌کند و به ایجاد محیط ناامن کمک می‌کند. طالبان باید درک کنند که اقدامات خشونت‌بار آنها جهان را خشمگین می‌سازد. واکنش طالبان شدید بوده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه اتهامات را رد کرده و گفته که طالبان در هیچ گونه کشتار غیر نظامی ها دست ندارند و تأسیسات عام المنفع را از بین نبردند. به گفته آقای مجاهد اشغال خارجی عامل اصلی و درجه یک بحران در افغانستان است. این هم گپ اصلی طالبان، تهدید مشروط به ادامه جنگ. اگر پیمان دوحه عملی شود هم به خیر امریکا، هم به خیر دیگر کشورهای دخیل و هم به خیر افغان هاست. اما برعکس، اگر کسی پیمان دوحه را نادیده بگیرد و برای دوام جنگ و تمدید اشغال بهانه‌جویی کند، پس ملت مجاهد افغانستان از ارزش‌ها، خاک، کشور و حقوق خود دلیرانه دفاع می‌توانند. وقتی که ما شنیدیم شاک دیدیم. در مجلس نمایندگان افغانستان موضوع جنجالی انتقاد از موضع دیروز رئیس مجلس در حمایت از طرح حکومت موقت بوده، طرحی که طالبان نیز از آن حمایت کردند. میر رحمان رحمانی دیروز صحبت از طرحی کرد که در آن از حکومت موقت حرف زده شده. طرح رسمی از کنجای بر ما نرسیده، تنها طرح شخصی بر ما داده شده. دو چند گزینه گفته شده که هم موقت است هم حکومت صلح است و خوبیش دهی است که از نظام حمایت شده
ما میشه استقبال کردیم. خلاف اصول وظایف داخلی است. خلاف در خلاف. و این هم واکنش تند علیه صحبت‌های دیروز رئیس مجلس و توضیح آقای رحمانی. حمایت از حکومت موقت کردید. جناب رحمانی پاسخ بگویید به ما و مردم، شما چه کسی هستید که چنین تصامیم خلاف اصول و منافع ملی را میگیرید؟ از آدرس مجلس، از کدام و کرو گروه یا کشور دستور میگیرید؟ از این که شما گوش کنید، از این که در آن طرح بقای نظام کنونی و شورای ملی تذکر رفته است گفتم استقبال می نماییم. از نظام کی است؟ حکومت است، قضا است، پارلمان است، وزارت است؟ نه، گفتم طرح که آمده یار مریم. شماری از اعضای مجلس همچنین به ایجاد کمیته 21 نفری صلح مجلس نمایندگان انتقاد کرده و آن را تصمیم شخصی رئیس مجلس دانسته و گفتند که کمیسیون همشمول نیست. در نهایت قرار شد از هر ولایت یک نماینده برای عضویت در این کمیسیون انتخاب شود. کمیسیونی که از روند صلح نظارت کند در وضعیتی که صدای جنگ همچنان بلند شنیده می شود. علی حسینی، بی بی سی، کابل. هادی ابراهیمی روزنامه‌نگار از هرات با ما هست در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. آقای ابراهیمی، در شرایطی که دولت آمریکا میگه داره این توافق رو بازنگری میکنه، این بیانیه طالبان چه معنی میتونه داشته باشه؟ وقت شما بخیر. من فکر میکنم این بیانیه طالبان یک نوع فرافکنی است و طالبان خودشان متوجه هستند که گزارش هایی که از ارتباط اونها با گروه های تروریستی نشر شده، چی گزارش هایی که شورای امنیت نشر کرده، چی گزارش هایی که پنداکون داده و یا چی گزارش هایی که امنیت ملی افغانستان نشر کرده، تمام این گزارش ها تایید میکنه که طالبان با گروه های تروریستی در ارتباط هستند و پشت این حملات قرار دارن. از طرف اعلام دولت بایدن مبنی بر بازنگری توافقنامه دوحه باعث هراس در هیئت طالبان شده و طالبان با این اعلامیه خود دارن فرافکنی میکنن و به گونه ای اتهام از خود دور میکنن. آیا میشه گفت که دوباره بازگشتیم به همون جایی که چندی ماه پیش بودیم، یعنی بنبست در مذاکرات؟ احتمال بازگشت زیاده، علاوه خصوص در مذاکره با گروه ایدئولوژی زده و یک گروه نامنسجمی مانند گروه طالبان که هر روز مسیر خود را عوض میکنن و تعهد به اصول بین الملل و توافقات بین المللی ندارن، احتمال بازگشت، احتمال به هم خوردن مذاکرات برای چندین مرتبه، به احتمالی که چه بسا طالبان تمام تعهدات خود را زیر پا بگذارن و دوباره برگردن به همان دو سال پیش و حملات خود را گسترش بکنند و پایگاه‌های نظامی آمریکا یا دیگر پایگاه‌های کلان و کلان شهرها را مورد هدف قرار دادن، این احتمال زیاده. با شناختی که ما با طالبان داریم و شناختی که از ایدئولوژی و مرام طالبان داریم، این احتمال زیادی است. ممنونم از شما هادی ابراهیمی، روزنامه‌نگار از هرات. به میانه برنامه رسیدیم، نگاه دوباره بکنیم به سرخط خبرهای ما. کودتای نظامی در میانمار و بازداشت آنگ سان سوچی واکنش‌های گسترده بین‌المللی در پی داشت. گروه طالبان تهدید کرده که اگر نیروهای خارجی طبق توافق دوحه از افغانستان خارج نشوند، برای دفاع از این کشور دست به حمله خواهد زد. در ادامه این برنامه، چشم‌انداز ممنوعیت فروش ماریجوانا به گردشگران خارجی در کافه‌های آمستردام. بر اساس آمار تازه مرکز آمار ایران، به رغم توصیه‌های مقام‌های جمهوری اسلامی، میل به فرزندآوری در این کشور طی سال‌های گذشته کمتر شده. رهبر ایران تا به حال چندین بار از سیاست کنترل جمعیت انتقاد کرده. آیت الله علی خامنه‌ای حتی گفته که جمعیت ایران باید دست کم به 150 میلیون نفر برسد. فرین عاصمی همکارم اینجا در استودیو با ما هست، در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. فرین، تو نگاه کردی به این آمار، اول به اون بگو که آمار دقیقاً چه میگه؟ آمار دقیقاً میگه که در سال 95 1,528,000 نوزاد متولد شدن و در سال 98 1,196,000 نوزاد، یعنی 332,000 نوزاد کمتر به دنیا اومدن در سال 98. بر این اساس به نظر میرسه که سیاست‌های آقای خامنه‌ای در مورد افزایش جمعیت به
شکست منجر شده، علی‌رغم همه تلاشایی که شده بود انجام نشده. اینم باید اضافه بکنم که آقای خامنه‌ای در 9 سال گذشته 43 بار تاکید کرد بر این مسئله که جمعیت ایران باید افزایش پیدا بکنه، همونطور که گفتی یک بار گفت که باید بیشتر به 150 میلیون نفر برسه و هر بار تاکید کرد که باید جمعیت افزایش پیدا بکنه. ولی خودش یک بار در تابستان امسال اعتراف کرد که سیاست‌هاش و توصیه‌هاش در مورد افزایش جمعیت نتیجه نداده، ابراز نارضایتی کرد و گفت وقتی که نتیجه رو نگاه میکنه میبینه که اونچنان که باید جدی گرفته نشده این مسئله، و گفت که همه اینها به قانون احتیاج داره، باید دستگاه‌های اجرایی اینو دنبال بکنن و خب تلاش‌ها برای قانونی شدن یک سری مسائل و راه‌هایی که برای افزایش جمعیت هست از همون زمان دوباره شدت گرفت. دستگاه‌های اجرایی هم کم کار نگذاشتن، اونها هم یه اقداماتی انجام دادن که خودت هم از اونها آگاه هستی، کمی هم میتونی برامون از اونها بگی، ولی با این وجود نتیجه ای نداده. دقیقا نتیجه نداده. خب میتونم از اقدامهایی که انجام شده اول در مورد اون تبلیغات صحبت بکنیم. یه سری بیلبورد توی خیابون‌ها نصب کردم که فرزند بیشتر زندگی بهتر، تبلیغ‌های دیگه انجام دادن، حتی در تلویزیون جمهوری اسلامی کارشناس‌هایی آوردن که به طور مشخص میگفتن که فرزند از یه دونه باید بیشتر باشه و خیلی بهتره که فرزند بیشتری داشته باشیم. یه فرمان 16 ماده‌ای هم آقای خامنه‌ای با عنوان سیاست‌های کلی خانواده 4 سال پیش به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ کرد، بر نقش مادری و خانه‌داری زنان تاکید زیادی شده بود و فرزندآوری ترویج شده بود. یه طرحی هم بود موسوم به جمعیت و تعالی خانواده، در مجلس منتظر تصویب. هفته گذشته هم دیدیم که مسئله غربالگری خیلی مطرح شد، در مورد صحبت شد، گفته بودن که در زمان بارداری خانم خزعلی، کبرا خزعلی صحبت کرد در موردش و خب معلوم شد که طرح کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده بوده و فعلا در حد پیشنهاد هست و به جای نرسیده. محدود شدن سخت جنین رو میتونم نام ببرم، با اینکه سخت جنین در ایران ممنوعه ولی خب در مواردی که جنین تحت خطره یا مادر تحت خطره اجازه داده میشه، ولی خب خیلی محدودتر شده و حتی وسایل پیشگیری از بارداری که قبلا در روستاها مثلا توزیع میشد، حتی در شهرهای بزرگ خیلی محدود شده توزیع اونها. اینها از مواردیه که خب خیلی تلاش شده برای فرزندآوری، ولی به نظر میسه با این آماری که مرکز آمار ایران اخیرا داده شکست خورده این طرح. ممنونم ازت فرین، میدونم که در 60 دقیقه هم دارین روی این موضوع کار میکنین و قرار هست که همین موضوع آماری که مرکز آمار منتشر کرده در برنامه 60 دقیقه هم به طور گسترده بهش پرداخته بشه. ممنونم از تو فرین حاسمی.